آقای مشتبه شکوری سلام سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و مردم عزیز ایران ارادتمند ما امشب ساختارمون رو یه کمی تغییر دادیم بله. یعنی ابتدای برنامه همینجا یاسین حجازی عزیز برای ما تاریخ بیهقی خوند که بین درجه بود یکن من توصیه توصیه میکنم از دست ندن خیلی یاسین داره کار مهم میمیم بله بله و چقدر ترغیب میکنه ما رو به خوندن تاریخ بیهقی این طبع. متن بسیار مهم ادب فارسی و حالا در خدمت شما این با چه موضوعی؟ امروز کتابی بوردم که هم بحثمون رو تا اینجا چه هم بندی کنه هم به نظرم کتاب خیلی خوبیه اسم کتاب اینه 21 کار مهم بعد از سی سالگی خب ولی این بعد از سی سالگیش عنوان کتابه اما من فکر کنم میشه اینجوری عنوان این قسمت رو نامگذاری کنیم 21 کار مهم در میانه زندگی که توضیح میدم این تعریفش چیه و و نویسنده و بله آخ یادم نویسنده. رفت نویسندهش آقای دکتر جیمز حالیسه که ازش تو گذشتم کتاب های دیگه مثل مرداب روح معرفی کردیم ترجمه خانوم مرزیه مروتی و بنیاد فرهنگ زندگی با. کتاب رو چاپ کرده خواهش میکنم من اول راجه به فرم کتابی توضیح بدم جیمز هالیس من هر کتابی که ازش خوندم و اینطوری مینویسه که چار پنج تا مفهوم کلیدی که براش مهمه رو مشخص میکنه و مثل یه هارمونی اینا رو با یه ریتمی هی تکرار میکنه یعنی سبک نگارششه برای اینکه بشینه به جان و دل و ذهن مخاطبی که میخونه در واقع مثل یه موسیقی که هی یه ریتمی یه دینگی هی داره جاهای مختلف تکرار میشه این هم همینطوره عنوانش 21 کار مهمه و 21 کی در واقع فصل داره کتاب ولی در مجموع پنجشیش تا مفهوم کلیدی داره که اینا رو با عناوین مختلف هی داره تکرار میکنه برای اینکه هی با چرا در میان در میانه زندگی باید ببینید موضوع اینه که ما در واقع زندگی اون دو نیمه داره یکی صبح زندگیه یکی هم بعد از ظهر زندگیه و اینا با هم حال و هواش فرق میکنه یعنی صبح زندگی اون نیمه اول زندگی نیمه به دست آوردنه مثلا دستاوردها خیلی آدم رو تو نیمه اول خوشحال میکنه یه مدل دیگه است احساس تنهایی خیلی کمتره اما انگار ما وارد نیمه دوم یا بعد از ظهر زندگی که میشیم احساس تنهایی بخش همیشگی از ماست اگه یه چیزی رو به دست میاریم برای مدت کمتری در واقع میتونیم خوشحال باشیم ما انگار نیمه از دست دادن نیمه دوم میدونید و حال و هواش اتمسفرش کاملا فرق میکنه حمید مراوندی عزیز موجی طرح ما قبل از اینکه شروع کنیم یه گزارشی در مورد مخاطبان کتاب باز داد که صفحه برنامه رو دنبال میکنن که نزدیک درصدشون میشه گفت در نیمه دوم زندگی یک روز صرف بستن دل شد به این و آن روز دگر به کندن دل زین و آن گذاشت عالی عالی دقیقا همینطور یعنی انگار دو نیمه دار همینطور که گفتینه ببینید با سی عدد دقیقی نیست ما بگیم ما از سی سالگی میریم نیمه دوم من تجربه حالا شاید اشتباه میکنم تجربه من اینه که بعد از مثلا دوره کارشناسی 22 دو سالگی مدل حسی آدما شاکله حسی رفتاریشون تغییر میکنه یعنی میتونیم عملا این سن رو تا 25 یا 24 سالگی بیاریم پایین این هم یه در واقع توضیحی راجع به این موضوع و بدون وقفه طولانی بریم سراغ این 21 و نگران نباشید که 21 خیلی زیاده نه عملا بعضی ها رو فقط اناوینش رو میخونیم چون توضیحش رو دادیم ام. یه نکته دیگه هم قبل شروع بگم که یه جورایی این کتاب کمک میکنه ما بحثامون رو تا الان یه ذره جمع بندی جنبند. کنیم ام. که شما همیشه از من میخواستین که یه وقفه ای بدیم یه ذره مرور کنیم که چیا گفتیم من دیدم این کتاب از این نظر دارد. کتاب خوبی خواهش میکنم اولین کاری که در نیمه دوم زندگی باید حتما انجامش بدیم یعنی یک اینه که بدونیم انتخاب با ماست ببینید نیمه اول زندگی معمولا تحت اقتدار نهادهای مختلفی میگذره مثل والدین مثل مدرسه نظام آموزشی و چیزهای دیگه اما نیمه دوم زندگی جایی که ما میتونیم با اقتدار بیشتری آنگونه که فکر میکنیم درسته زندگی کنیم خب باید بدونیم که هر چیزی که در درونمون انکار کنیم در نیمه دوم زندگی به صورت تقدیرمون در بیرون رخ خواهد داد این که میگم انتخاب با ماست یعنی انتخاب با ماست که آیا شجاعانه با خودمون با رنج هامون با زخم میخوایم مواجه بشیم یا نه در انکار و جهل و فراموشی و فرافکنی زندگی رو بگذرونیم بعد بدونیم در برنامه تلویزیونی که اسمش زندگی ماست ما تنها شخصیت ثابتیم بقیه مهمانانی هستن که میان و میرن و مسئولیت مهم اینه که اینکه برنامه چطور عذاب در بیاد یه جورایی به عهده ماست میدونید اینکه ما تعیین کنیم اینکه بدونیم انتخاب با ماست ببین آقا سعد ما من فکر می‌کنم زندگیمون دو بار آغاز میشه یک بار با تولدمونه و یک بار جایی که ما میفهمیم زندگیمون با تمام عوامل محدود کنندش به عهده ماست این جمله جیمز هادیس خیلی جمله واقع بینانه زندگیمون با تمام عوامل محدود کنندش به عهده ماست. در واقع مثل روانشناسی زرد موفقیت معتقد نیست همه مسئولیت زندگی به عهده ماست. عوامل محدود کننده ساختاری رو به رسمیت میشناسه. اما اینجا جایی رو برای عمل ما و کنش ما باز میکنه ببینید سالهاست در فلسفه بحثی وجود داره در مورد مثلا جبر و اختیار خب و تا فیلسوفان قرن بیستم هم مثل سارت به این موضوع خیلی پرداختن ولی من میخوام یه جور عملگرایانه به این موضوع نگاه کنیم من میگم اصلا مهم نیست که اختیار با ماست یا نه مهم اینه که بدونیم کاربرد عملی این انتخاب در زندگی ما چیه من فکر میکنم ما باید قبول کنیم که گویا اختیار با ماست برای اینکه بتونیم زندگی کنیم حتی اگر اینطور نباشه یاد یه جمله افتادم به نظرم در واقع یه جوری همین حرف شماست نقل به مضمون میکنم که میگه که هر آدمی دو بار زندگی میکنه یک بار زندگی میکنه و زندگی دومش وقتی شروع میشه که میفهمه فقط یک بار زندگی میکنه آفرین آفرین و بعد یه نکته ای که من تکمیل حرف شما بگم این یه جورایی نگاه به مرگ که به طرز متناقضی زندگی رو غنی میکنه میدونید اینکه ما بین دو رمز و راز بزرگ یه فرصت کوتاهی برای زندگی داریم قبل از تولد و بعد از تولد دو تا راز بزرگ هن اینا یه فرصت کوتاهی که نمایشی رو به صحنه ببریم و نکته اینه که این مرگ آگاهی این تلقیح مرگ به زندگی این که من در هر لحظه بدونم که مرگ وجود داره و هر لحظه ممکنه این پاره خط زندگی من رو به پایان برسونه کمک میکنه من شجاعانه تر زندگی کنم این هم باز نکته مهمیه در مورد اختیار باز دوباره برگردم من میگم چه آزاد باشیم چه نباشیم ما باید به گونه ای عمل کنیم که گوی آزادیم میدونید به خاطر دستاوردهای عملیش البته بحث جبر اختیار بحث باحالیه به لحاظ ذهنی میدونی من توی کلاس فلسفه بودم من دیدم دو جلسه استاد ما داره در مورد این بحث میکنه که جهان قدیمه یا حادثه یعنی از اول اول بوده یا از یه جایی شروع شده. و بعد میدونید باحال بوده بحثش ولی چیزی که من فکر میکردم که کاربرد عملی این در زندگی من چیه حالا جهان قدیم یا حادثه ولی جهان هست و ما درش به انگار پرتاب شدیم میدونید در مورد جبر و اختیارم به نظرم همینه دومین چیز دومین کار مهم در ظهر زندگی در بعد از ظهر زندگی اینه که بدونیم وقت اون رسیده که بزرگ بشیم من از بلوغ در واقع عاطفی و ذهنی حرف میزنم ببینید یه جورایی دعوت هایی به بزرگ شدن در روان ما در نیمه دوم زندگی خودشون نشون میده با یه چیزایی هم نشون میده مثلا آقای سعد اگه من جسمم به جایی بخوره آسیب ببینه یه فیدبکی که یه بازخوردی که میگیرم با درد دیگه یعنی من میفهمم این شعله داغه و دیگه این کار نه ولی یه بازخوردهای روحی هم وجود داره که ما بهش بی‌توجهیم مثل افسردگی‌های دوره‌ای اگر ما دائم داریم افسردگی های دوره ای تجربه می کنیم مثل استراب اگه داریم تجربه می کنیم اگر احساس عمیق تنهایی داریم اگر خستگی مفرت جسمی و روحی داریم اگر این شکل رو داریم یعنی اینا نداهایی اینا دعوتهایی برای رجوع به درون ماست یه چیزی اینجا غلطه میدونید با به صدای این روح باید توجه کرد یعنی من میگم درد جسمی بازخوردیه که جسم ما از جهان میگیره و میگه این یه چیزی اینجا خطرناکه و درد روحی یعنی سافرینگ بازخوردیه که روح ما به ما در مورد احوالات ما میده و ما در جهانی از حواسپرتی های مرگبار حتی صدای این بازخورد ها رو نمیشنویم این که من میگم وقت آن رسیده که بزرگ شیم یعنی وقت اون رسیده که ارزیابی کنیم زندگیمون در جهان گذشته یه سری آین های گذار برای آدم ها وجود داشت اولیش ترک خانه بود نه با یه دعوت شیک نه با یه فرش قرمز گاهی با لگت گاهی با رنج گاهی با یه اتفاقی که تو فضای امن قطعیت های پیشین رو ترک کنی و بری در دنیایی که پر از ابهامه مثل خرچنگ های که قصهش گفتیم مثل همون قصه که توی ادبیات فولکلوری که ما هست که مادر که حسن کچل رو به زور از خونه میندازه بیرون. میندازه بیرون که مواجه شه درسته که کچله ولی خجالت نکشه و بره زندگی رو پیدا کنه. یعنی نیمه دوم زندگی جاییه که ما باید بتونیم آسایش خانه رو ترک کنیم تا رشد کنیم. میدونید اون نیمه اولی که ما به اون امنیت خیلی وابستهیم. جرأت کنیم عدم قطعیت رو تاپ بیاریم. خب بعد در واقع میریم جلو و در آخر با انجام نوعی کار یا آزمایش سخت به اجتماع باز میگردیم در حالی که تجربه زیسته ای روح ما رو چنان تراش داده که هدیه ای برای جمع باشیم در بازگشتمون باز فعال گوش کنیم آیا ما به این بلوغ عاطفی رسیدیم آیا خانه رو ترک کردیم آیا اون کار دشوار و بزرگ رو اون تجربه روحی سخت رو از سر گذروندیم به اینا فکر کنیم اگه انجامش ندیم اگه بذاریم دیرشه افسردگی در واقع به ما هشدار خواهد داد مهمترین پرسش اینه آقای صحت که من از آن دیگری چه چیزی میخواهم که خودم به آن رسیدگی نمیکنم سوال مهمیه وقتی در مورد بلوغ حرف میزنیم این قسمتش اینه که من به جای اینکه انتظاراتم رو روی شانه های دیگران بندازم ببینم خودم مسئولیتم در زیستن این زندگی این فرصت کوتاه بین دو رمز و راز بزرگ چیه خب باز یه جمله‌ای که مثل ریتم دائم تو کتاب تکرار میشه و ما خیلی تو کتاب باز گفتیم اینه که سنگین ترین بار بر شانه های فرزندان زندگی نزیسته پدر و مادره خب حالا اینو بذاریم باز یه بار دیگه این جمله رو بخونم سوال مهم اینه مهمترین پرسش در بلوغ عاطفی اینه من از آن دیگری چه چیزی میخواهم که خودم به آن رسیدگی نمی کنم حالا اینا کنار هم اون مفهوم رو داره آرام آرام میسازه بلوغ یعنی تغییر مرکز سقل از بیرون به درون یعنی انتظارات واقع بینانه از جهان و از دیگران میدونید بلوغ یعنی بلند شیم و بهترین کاری که میتونیم رو انجام بدیم با همه محدودیت هایی که وجود داره سوال مهم تو هر مرحله این سوال رو بپرسیم آیا من این گام دوم رو برداشتم آیا بزرگ شدم آیا بالغ شدم یا نه میدونید با این معیارهایی که در موردش حرف زدیم نکته سوم اینه که گذشته رو تعیین تکلیف کنیم در نیمه دوم زندگی سوشان ما خاطرات صبح زندگی رو با خودمون داریم این خاطرات خوبن یا بدن اتفاقاتی توش افتاده که خوشایند بوده یا نه رنج بوده یه نکته مهم تو ظهر زندگی اینه که ما بتونیم شجاعانه اینها رو تعیین تکلیف کنیم خب در موردش در واقع حرف میزنیم ببینید باز مثلا حرفم اینه که رابطه با والدین خب یه نکته مهم اینه که والدین قطعا احترامشون مسئله مهمیه ولی باید بدونیم اونا بیعیب و نقص نیستند راجبه این باز بیشتر حرف میزنیم من چیزی که تو نسل خودمون و از ما به بالا میبینم اینه که این رنجا این گسلای ارتباط با والدین خیلی خیلی تعیین تکلیف نشده باقی مونده و مثل یه باری از آدما داره توان عاطفیشون رو میگیره ما آقای تا این تکلیف کنیم گذشته رو و چند راه داره یکی سودواریه هان خوبیه مردن اینه که دیگه نمیمیریم خوبیه خوبی یک بار مواجه شدن و یه سودواریه تمام در مورد رنجی که رخ داده اینه که دیگه خبرهای بد دیگه هر لحظه مردن ما رو در واقع فرسوده نمیکنه. دو اینکه تغییر بدیم اگه میتونیم اگه چیزی وجود داره اقدام کنیم گاهی هم نمیتونیم بپذیریم ببخشیم و این بخشیدن با پیچیده تر دیدن ماجرا و انسان هاست میدونید بدونیم که این تعیین تکلیف گذشته اگه رخ نده یه چیز تلخ بذارید بگم آقا سعد خیلی ها خب نیمه دوم زندگی نیمه از دست دادنه ببین نیمه ای که ما میبینیم یا پدر اون از دست رفتن و خیلی رنج بزرگیه یا اینکه دارن از دست میرن میبینیم که پله ها رو با نفس نفس بالا میرن میبینیم که اسما رو یادشون میره همه اینها من میخوام بگم دادا اگر ما چیزی رو تعیین تکلیف نکنیم با پدر یا با مادر وقتی خدای نکرده از دستشون بدیم ویران خواهیم شد متلاشی خواهیم شد از درون تا هستن تا این تکلیف کنیم بپذیریم سوجباری کنیم تغییر بدیم ببخشیم هر کاری که لازمه ببین تا هستن این بی‌اعتنایی این به تعویق انداختن این کار به نظر راه میرسه ولی به این فکر کنیم که این صحنه همواره چیدمانش اینطور نیست خدای نکرده ممکنه شخصی قطب دیگر ماجرا و داستان از دست ما بره و ناگهان همه این رنج ها میدونید ما رو از درون میجره اگر کسی رابطه تعیین تکلیف نشده ای با پدر و مادری داشته و اونها رو از دست داده اون میدونه من چی میگم یعنی میدونه این چقدر مهمه و این هم یه نکته ببینید چهار اقتدار شخصی خود رو باز پس بگیریم اقتدار شخصیمون رو دوباره پس بگیریم یه تعریفی کتاب از شجاعت میده که درخشانه شجاعت تعریفش از نظر جیمز هالیس اینه نترسیدن از خود میگه از خودمون نترسیم این اولین گام شجاعته و بعد عجیبه بیشتر بازش میکنیم میگه ما یاد میگیریم تو فرایند کودکی که قدرتهای درونیمون رو انکار کنیم یا حتی ازش بترسیم دونید با وقتی کودکی ممکن قدرت‌های درونی داره مثل بحث سمت راست مغز ها یه کودکی که قدرتش تخیل قدرتش ارتباطه ولی انقدر محیط بهش حمله میکنه که یاد میگیره اینا رو اصلا قایمش کنه اینا چیزی نیست که محیط بهش بونس بده پاداش بده یه بار دیگه تعریف شجاعت نترسیدن از خود نیمه دوم زندگی جاییه که ما باید ارزیابی کنیم کدام قدرت های ما در صبح زندگی سرکوب شده سانسور شده و تعریف شده اونا رو باید یاد بگیریم که کدومشه خیلی مهمه و بسیار من تو مدرسه میبینم که خیلی از این اتفاق و جایی که اقتدار شخصیمون رو بتونیم پس بگیریم آقای اینجا یه ظرافت جالبی تو بحث داره و اون اینه که به نظر من ایثار دو گونه میتونه باشه یا فضیلت باشه ایثار جایی که ما قدرت شخصیمون رو بخشیش رو ازش صرف نظر میکنیم تا کاری بزرگ انجام بدیم یا رزیلت میتونه باشه مرز بین این دوتا فقط اختیاره فقط بذارید مثال واضح بزنم یعنی چی؟ مثلا فکر کنید یه نفر توی رابطه عاطفی توی ازدواجیه که براش ایدئال نیست خب داره زندگی میکنه و تصمیم گرفته که تو این زندگی بمونه در واقع داره ایثار میکنه خب اصلا این کار ممکنه کار عالی باشه یا نباشه یه چیز اینو معلوم میکنه که آیا با اختیار خودش تو اون زندگی مونده یا به خاطر اجبار مونده ایثار جای معنی پیدا میکنه که من بتونم ایثار نکنم و انتخاب کنم که ایثار من میخوام یه چیزی اضافه کنم اجازه خیلی تو ذهن من ایثار اینه که در مقابل بخشندگی که انجام میدی در مقابل کمکی که میکنی در مقابل لطفی که میکنی در مقابل ایثارت توقعی نداشته باشی درسته و انتخاب کرده باشی مجبور با. نباشی یعنی نخوای که حالا در مقابل آره. و اگه پس نگرفتی اذیت آره. نشی چون قبلش تعیین تکلیف کرده باشی که من بنا به دلایلی مثلا نگهداری از پدر و مادر خب خیلی ها تو نیمه دوم و عمر این کارو میکنن و قصه خب واقعا سختیه براشون به نکته اینه که اگه بقیه خواهر برادر این کارو نمیکنن آیا ما داریم ایثار میکنیم نگهداری انجام میدیم اما نکته اینه که آیا این انتخاب روی اختیار ماست و آیا دنبال اینیم که دیگران ما رو همونجوری که شما گفتید تحسین کنن به ما پاداش بدن این ایثار یا ایسا حتماً از بچه‌مون توقع داشته باشیم که اونم که حالا برای ما این, این کارو بکنه آره دقیقا. و بعد قصه که چرا نمیکنه در یه ساعت بعد نشون بدیم که من میتونم این کارو نکنم اما انتخاب کردم که انجامش برای اینکه خودم خوشحالم آفتار. که این کارو میکنم بیشترین انرژی عاطفی از آدما از همه ارگانیسم های زنده اینجا, اینجا سوخته میشه اینجا گرفته میشه که اونا در اجبار انگار گوشه ای مجبورن کاریو بکنن یک، یکی از دوستان من میگه وقتی که به یک متکدی به کسی که کنار خیابون کمکی میخواد تو یه پولی میدی بعد اصلا داشته باشه که کمک کردم تو خودت رو خوشحال کرد بله دقیقا دقیقا نکته خیلی درستی پنج اصلاحات رو شروع کنید توضیحش نمیدم چون واضحه یه سوال فکر کنیم شما به چه اصلاحاتی نیاز دارید خیلی سوال مهمیه به خدا تو این کشور اگه ده میلیون نفر این سوال از خودشون بپرسن خیلی چیزا حل میشه به چه اصلاحاتی شکوری عزیز دیروز پیروز تو فضای مجازی اه، یه اه، کاغذ در واقع باز نشد که مرحوم نادر ابراهیمی خدا بیامرزش واقعا خدا بیامرزه با خط بسیار خوبی که دارن کاش حسن میشد که اینو یه عکس بگیریم چون خط خیلی خانایی عجیب غریب برای خودشون عادت داشتن آقای ابراهیمی که کارهایی که میخواستن بکنن رو مینوشتن و میزدن می که ببینن این خیلی برای من تأثیر گذار بود با اون خط و اجازه میدین بخونمش یه لحظه آره من اینو و اگه آقای بذارن توی صفحه که اصلا همه ببیننش نوشتن جناب نادر ابراهیمی خیلی خیلی تصویر عجیبیه ببینید همین جام ببینید چقدر جالب عجب خطی بره. آره آره نوشتن آخرین سال و آخرین فرصت برای خودسازی آخرین سال و آخرین فرصت برای خودسازی یک آهسته حرف بزن بسیار آهسته دو و کم بسیار کم حرف بزن در حد ضرورت واقعی در حد ضروریات واقعی سه و کم کم به کمترین مقدار ممکن بخور تا رسیدن به عادت تا رسیدن به عادت مسلط کمخوری دائماً. چهار گرسنه باش و در پرهیز کامل از نمک چربی شیرینی سرخ کردنی ها برنج و سپس نان و شکر پنج مطلقا وقت کشی نکن مطلقا شش در رفتار با افراد خانواده به خصوص همسر فوقلاده باش فوقلاده مهربان و صبور. هفت سرف جو سرف جو در حدی کاملا محسوس و عالی سرف جو هشت تمیز تمیز به حد افراد نو و به حد کشندهی بنویس عجب چیز جالبی بود این ببین این که اولش نوشتن آخرین سال و آخرین فرصت برای خودسازی, خودسازی. این دوباره به خودسازی این مرگ به دقیقا اصلا آقای سعد مردی که یک آرام آرامو می نویسه یا مردی در تبعید ابدی می نویسه حالا ما تازه می فهمیم پشت چه خبره یعنی چطور زندگی میکنه چطور به اصلاحات در خودش دست میزنه که اینو میتونه تولید کنه فکر میکنن سال آخر سال زندگیش دقیقا بی نظیر بود بپرسیم به چه اصلاحاتی نیاز داریم هر کدوم ما مشتبا سروش همه ما خیلی سوال مهمیه اشیش از زیر سایه والدین بیرون بیایید از زیر سایه والدین بیرون بیاید. نیمه دوم زندگی جاییه که ما باید اینو با تذکر بشنویم مال نیمه دومه یه وقت بچه های 17 18 ساله نگن ما میخوایم از زیر چون لازمه من به عنوان معلم میگم که ما تا جایی اتفاقا زیر سایهشون باشیم از نیمه دوم باید بیایم بیرون خب والدین خدا نیستند هرچند مختدر به نظر میرسن والدین قول چراغ جادو نیستن هرچند جسمشون خیلی بزرگه والدین همه چیزدان نیستن نیستن هرچند ما فکر میکنیم ذهن ما رو میخونن میدونید والدین انسانهایی هستند عادی با تاریخچه ای که اغلب ما از اون بیخبریم الان اگه کنارتونن یه نگاه بهشون بکنید دارن میخند چون خودشون میدونن چی کار کردن میخوام بگم این والدین محترمن عزیزن ولی مقدس و بیعیب و نقص و معصوم نیستن خب نیمه دوم زندگی جایی که ما باید بتونیم از زیر این سایه آرام آرام بیایم بیرون یعنی چی یعنی میگه وقتی والدین یکی از کارهایی که باید حتما تو این بازسازی رابطه انجام بدیم اینه که وقتی والدین خودشون شهامت روبرو شدن با چیزی رو نداشتن اون چیز بس به صورت یه سقف شیشه ای بالا سر کودک باقی میمونه که یا باید انعکاس تصویر خودش رو تو اون تصویر ببینه یعنی اون بشه یا برای شکستن اون سقف شیشه ای خیلی باید انرژی صرف کنه خیلی بعد، نکته بعدی نکته هفت اگه والدینیم تا حد امکان فرزندانمون رو از تحت سیطرمون رها کنیم در نیمه دوم عمر خیلی اینو گفتم باز میگم بزرگترین ایثاری که یه پدر یا یه مادر برای فرزندش میتونه بکنه اینه که او رو یتیم کنه قبل از اینکه واقعا یتیم بشه خیلی مهمه او رو آماده ورود به جهانه در واقع بیرون بکن این خیلی ایثاره من میگم آقای صدقتی مادر دست بچهش رو گرفته راه میبره اولین قدم ها تا وقتی گرفته که ایثاری نمیکنه حواسش هست وقتی رها میکنه قلب مادر زیر پاهای کودک میتپه نخوره ز... نکنه... نکنه زمین بخوره نکنه زانوهای کوچکش مجروح شه یه پدر مادر از ما پرسیدن که چیکار میتونیم بکنیم که بچهمون ناامید نشه هیچ وقت نا گفتم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم بچه‌تون ناامید میشه جایی در زندگی عاشق میشه قلبش میشتنه فقط نکته اینه که بدونیم همه ما به دیوار میخوریم اما نکته مهم اینه که آیا بلدیم بعد از خوردن به دیوار خودمون رو سرپا کنیم چیزی که شخصیت یک انسان رو میسازه این نیست که به دیوار نخوره جهان پر از دیواره هر چه قدم که مواظبت کنیم موضوع کاریه که ما بعد از خوردن به دیوار انجام میدیم و سوال مهم آیا فرزندانمون رو آماده کردیم برای این دیوارها یا نه چطور آماده کنیم با رها کردنشون با امکان تجربه جهان رو براشون مهیا کردن نکته بعدی متعهد شوید که خود را از تکرار بی اختیار آزاد کنید این هشتمیه تکرار بی اختیار یعنی چی مثلا شرم میدونید در موردش حرف زدیم که یه سازه اجتماعی فرهنگی و ما رو توی تکرار بی اختیار میندازه بدونیم اینا چیه اینا چیه که داره ما رو میسازه یه جمله بخونم از خود حالیس میگه آنچه چه میبینیم یعنی اون چیزی که مشتوا داره رفتار میکنه جبرانی نیست برای آن چیزی که نمیبینیم یعنی زخمای ما هر چقدر ما بتونیم مرئی کنیم ریشه های رفتار رو و بشناسیم اون وقت آنچه که به صحنه میبریم آنچه که انجام میدیم عاقلانهتر تر هوشمندانه تر و موثرتر خیلی از کارها کار رو با یک عادت معلوفی بدون فکر کردن انجام میدیم درست و بعد وقتش که گاهی وقت بگیم شاید اصلا احتیاج نیست این کار اصلا شاید یه جور دیگه باید آه. چرا یه عمره داریم این کار تکرار میکنیم و هیچ وقت بهش فکر نکردیم آره، و چرا انتظار داریم نتیجه متفاوتی بگیریم وقتی دائمون اون ورودی رو داریم میدیم به دنیا میدونید نیمه دوم عمر جاییه که ما باید ریتم زندگی رو کند کنیم و ببینیم واقعا ما توی تکرار بی اختیار نیفتادیم یه برنامه درباره تولستوی داشتیم در کتاب آره، باز و, و... صحبت شد که تولستوی بعد از هشتاد سالگی یه بار سوار قطار میشه و میگه میخوام برم به سمت جایی ناشناخته سه روز بعدش هم از قطار پیاده میشه و از بین میره بله. ولی این آرزوی همیشه رو که دائم گذاشته بوده برای بعد برای بعد برای بعد برای بعد, بالاخره میره به سمتش بالاخره انجامش میده دقیقا 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 نه به وظیفه خود بازگردید افلاتون تو تعریف ایجوکیشن تحصیل میگه ایجوکیت اصلا ریشش یعنی به یاد اووردن همه ما استعدادی داریم موهبتی داریم اون سی و چهار تا هوش چیزی داریم که ویژه است همه ما نابغه به سبک خودمون وظیفمون رو نبوغمون رو دوباره به یاد بیاریم شاید شرایط کار اقتصاد مشکل مدرسه خانواده زندگی نزیسته والدین اومده اینها رو لایه لایه پنهان کرده نیمه دوم اوم جایی که باید کنار بزنیم این رو ممکنه یکی بگی آقا من خیلی درگیرم دارم برای کار برای روشن نگه داشتن چراغ جنگم و و و من میخوام بگم آیا در ماه سه ساعت وقت نداری که برای اون موهبتی که داری وقت بذاری هممون داریم این وقت رو انجامش نمیدیم ده مسیر رشد رو انتخاب کنیم واضحه توضیحش نمیدیم فقط بدونیم که دوچار شدن به ترس های این جهان طبیعیه اون کسی که نمیترسه روان پریشه وقتی مسیر رشد رو عدم قطعیت رو شروع میکنیم طی کنیم، قرار بترسیم قرار مسترب شیم این بهای رشده ازش نترسیم ده چه هدیه ای رو از جهان دریق کردیم باز ارجاع داره به همون استعدادی که راجبش حرف می زدم. باز ارجاع داره به کینتسوگی به اون زخمایی که ازش نور میتابه میدونید اینطور خانشش کنیم نکته بعد الگوهای قدیمی و تکراری نگاه به جهان رو ببینیم آقا سعد، ما بر اساس صبح زندگی قصه ای که به اون گذشته هر کدوم با یه عینکی دنیا رو میبینیم خب این چیزهای مختلفه یه عینک ممکنی باشه که همه تهدیدن من دوستی دارم که ما قبل کرونا هر وقت می‌خواستیم سفر بریم مثلا بریم گیلانی جایی می‌خواستیم یه خونه ای اجاره کنیم ویلایی بگیریم اولین کاری که می‌کرد فاصله درمونگاه یا خانه‌های بهداشت رو با اون ویلا چک می‌کرد که ببینه اگه یکی حالش بد شد اگه بچه اتفاق بدی، یعنی ذهنش رو ببینید در چشمان او جهان فقط تهدیده این در واقع یه الگوی تکراری نگاه به جهانه باید خداگاهش کنیم یه الگوی دیگه من مسئول همه چیزمه بعضی تحت تاثیر این فشارن من بهتر میفهمم دیگران بهتر میفهمن از ارزش من مشروطه این نگاه رو در بیاریم نیمه دوم زندگی با خداگاه کردن این نگاه این الگوهای تکراری میتونه خیلی ما رو وسعت بده تصویر بزرگتر شما کدام است سیزده خب یعنی منظورم این که فارق از روزمرگی هایی که انجام میدیم اگر از بالا اون رد پایی که بعد از مرگ میخوایم از ما باقی بمونه چیه؟ خب بهش فکر کنیم و آبی, و آبی دور دست ما دقیقا آبی دور دست ما چیه؟ بهش فکر کنیم چهارده معنا رو به خوشحالی ترجیح بدید معنا رو به خوشحالی ترجیح بدید راجع به یودایمونیا حرف زدیم اینکه گاهی مؤثرترین و بهترین و با کیفیت ترین زندگی هایی که زیسته شده در تاریخ جهان زندگی هایی بوده که رنج بخشیش بوده آقای صحت عزیزم میخوام بگم که ارزیابی زندگی با معیار لذت های جسمی فقط با این معیار واقعا ارزیابی کوتاه بینانه ایه. میدونید یه بار دیگه معنا رو به خوشحالی ترجیح بدیم اینطور به شادی پایدار هم میرسیم خب این هم نکته مهمیه چا پونزده از اجازه گرفتن برای اینکه خودمون باشیم دست برداریم فقط به جمله بسنده کنم که کتاب اعترافات جان روسو با این جمله شروع میشه که انسان آزاد آفریده شد ولی همه جا در بند است تا حد امکان این بند رو تو نیمه دوم زندگی اصلا روست کتاب بها. میگه من این اعترافات رو نوشتم برای همین باید. که خودمو اوریان و برهنه در پیشگاه نظر شما بذارم نشوند. که قضاوت رو بگیرم ازتون در واقع بگم من اینم با باید. تمام اتفاقا تاکید میکنه با تمام محسنات و ضعف بله. و بعد میگه که کدومتون میتونیم این کارو بکنیم واقعا واقع. و این قدم رشده یه ویدیوی از آقای کیارستمی میدیدم که میگفت بیاب آبرویی مهمترین قدم برای رشده ما از آبرو می تعدید مولانا چطور مولانا میشه از ننگ مگوی که مرا نام زننگ ننگ دقیقا دقیقا و این اینا بنداییه که جالبه ما وقتی سنمون خیلی مثلا هفتاد شست اینا میرسه میفهمیم بندا چقدر علکی بوده به هیچ جا وصل دیدین سالمندان چقدر راحت با خودشون و با دنیا تو ظاهر تو رفتار تو ما میتونیم زودتر رو بفهمیم که اون آدمایی که از قضاوتشون میترسیم اگر یک دندان درد ساده داشته باشن از مرگ ما این موضوع برشون مهمتره نه ترسیم نیمه دوم زندگی جاییه که ما شجاعت زیستن رو میتونیم تو زندگیمون پیدا کنیم ارواح گذشته که شما را به بند میکشن دور کنید باز میبینید می ریتم دیگه همون کامپلکس ها همون چیزهایی که گفتیم به بخش های دوست نداشتنی خود عشق بورزیم میدونید سایه یعنی اینکه هیچ چیز انسان بودن برای ما نباید بیگانه باشه اینکه من بخش دوست نداشتنی مشتوا رو بشناسم به معنی سهه گذاشتن بر اونا نیستا به معنی اینکه بشناسمش که بتونم کنترلش کنم میدونید از خودمون بپرسیم بعد از این برنامه از دور بپرسیم کدوم خصلت شخصیتی من باعث شبیه یک مانع شده برای شما من کجا دارم شما رو آزار میدم اون بخش دوست نداشتنیمون رو بشناسیم چقدر سوال شجاعانه ایه اگر در یه تعداد کمی حتی خانه امشب این سوال پرسیده شه چه اتفاقاتی میتونه بیفته بعدش خیلی مهمه سروش جان به که بعدش فکرم بکنیم آره آره باید شروع زندگی. دقیقاً دقیقاً تفاوت میان شغل، وظیفه و رسالت چی ترسیده؟ از اینکه ما خیلی وقتا یه سری چیزا تازه میشه سپرمون. ام. یه دفعه دیگه هم صحبت کردیم. مثلا میگیم نقطه ضعف من اینه که حسودم ما. و حالا با این جمله به خودمون اجازه حسادت میدیم. نه, نه اینطور نیست. نه, نه این سپر. نه. وقتی, نه فهم... آره وقتی فهمیدی تغیرش. نقطه ضعف دینه که حسودی خب حسود نباش. دیگه تو این, این جمله باعث نمیشه آره. که بگیم من به همه بهم میگن حسود خب درست پس پس بدون که نبرد دادا نباش آره. آره دقیقا. دقیقا اصلا به معنی سهه گذاشتن آره. نیست برای به معنی اینه که ما توانمون رو صرف تغییرش کنیم نکته بعدی حالا رسیدیم دیگه به آخر بحث اینه که یک معنویت بالغ بسازید من اینجا میخوام یه ذره بیشتر توضیح بدم معنویت بالغ یعنی چی منظور اون چیه ببینید من من با این عقل ناقصی که دارم ده. به عنوان یه دانشجو چیزی ده. که از کتابای شهید متحریب به عنوان معیار فهمیدم اینه که الهیاتی که پرسشگری درش نباشه الهیات نیست یه چیز دیگه است یعنی ماجرا اینه که معنویت بالغ با پرسشگری آغاز میشه اگه سیره تمام بزرگان معنوی جهان رو دین خودمون و همه ادیان رو بخونیم میبینیم هسته مرکزیش ارتباط گفتگو و پرسشگریه ایمان به موجب هیچ بخشنامه ای در هیچ جامعه ای جاری نمیشه ایمان جایی جوانه میزنه که آدمها بتونن بپرسن بتونن بگن بتونن بشنون میدونید خیلی نکته مهمی آقا سعد معنویت بالغ یعنی ما در زمانه هستیم که دو تا طیف داره قطعیت خطرناکی میسازه یکی مادی یکی بنیاد گراهیه. و هر وقت اینستاگرام رو باز میکنید یه آقای کوچه‌هواری هست که میگه سلام اگه میخواد سرمایه‌تون 15 برابر شه این لینک رو بکشید بالا و میدین بعد مادی دیگرایی بسیار خشن ارزش گذاری آدما بر اساس چیز ماشینیه که سوار میشه و از اون ور بنیادگرایی که اطرافمون زیاد میبینیم یک معنویت بالغ جایی میان این دوتاست که به سمت هیچ کدام نلغزه میدونید این خیلی مهمه خیلی معنویت بالغ یعنی اینکه ما بدونیم چیزی بیش از حیوانات اقتصادیم و اختیار و پرسش بخش مهمی از درک ما از هستیه بریم سراغ اینکه آخرین نکته رو بگم یه چیزی که میگه در نیمه دوم زندگی اینه که تفاوتی میان شغل وظیفه و رسالت رو بشناسیم اینا با هم فرق میکنن شغل کاریه که ما معاش روزانهمون رو باش کسب میکنیم اما وظیفه جایی که ما یک خدمتی به دیگران انجام میدیم و رسالت هدیه ما به جهانه مثال بزنم من معلمم شغلم اینه که یه ساعتی قبل از کرونا حاله برم سر کلاس بیام وظیفم اینه که یه چیزی رو در بچه ها تولید کنم و رسالت هم به جهان اینه که آدم رو بتونم در واقع روشون اثر بذارم که در بعد از من بعد از مرگ من اینا بتونن زندگی بهتری داشته باشن میدونید شغل رساله اینا میتونه با هم فرق کنه ما خیلی تو جهان مدرن درگیر شغلیم وظیفه ما چیه رسالت ما چیه و خوشبخت ترین های جهان اونهایین که شغل و رسالت و وظیفهشون یکیه میدونید اگه اون باشه که اصلا خیلی لذت بخش میشه زندگی من سعی کردم مستخونبندی اصلی کتاب رو بگم در واقع شاید 21 هم نگفتم و میخوام آخرش یه قسمتی یه پاراگرافی از کتاب بخونم و تمومش کنم سوالم میکنین از آره آره حتما حتما اونجایی که در مورد والدین و رابطه حرف زدم یه قسمتی از کتاب یه متن خوبی داره که دوستش نم بخونمش میگه که به فرزندان خود بگویند یعنی والدین رشد یافته تو هر که هستی فوق ای. تو اینجایی تا جایی که میتوانی خودت باشی همیشه انتخابهایت و سبک سنگین کنزی را بر دیگران تاثیر میگذارند اما تو اینجایی تا سفر خودت را زندگی کنی نه سفر فرد دیگری را و قطعا نه سفر من را من دارم سفر خودم را زندگی می تا تو مجبور نباشی نگران من باشی وای که اگه این میدونید این جمله من دارم اگه یه پدر مادر این کار رو بکنن تمام کردن لطف رو در حق بچه هاشون که زندگیشون رو زندگی کنن میدونی یه بار دیگه بخونمش خیلی خوبه میگه من دارم سفر خودم را زندگی میکنم تا تو مجبور نباشی نگران من باشی تو در درونت منبعی قدرتمند داری نامش را غریزه بگذار یا شهود یا معرفت به آن خدمت کن به آن احترام بگذار نسبت به خودت و دیگران سخاوتمند باش اما همیشه با آنچه برایت مناسب و درست است زندگی کن زندگی واقعا ساده است اگر کاری را انجام دهی که برایت مناسب و درست است برای تو و دیگران مناسب و درست است اگر کاری را انجام دهی که برایت نامناسبه برای دیگران هم همینطوره بدان که شاید همیشه با هم توافق نداشته باشیم و اشکالی هم ندارد زیرا ما دو تا آدم متفاوت هستیم نه شبیه همیشه بدان که من صرف نظر از انتخابهایت برایت ارزش و احترام قائلم و تو همیشه در اینجا افرادی را خواهی یافت در این خانه که دوستت دارند و به تو اهمیت میدن عالی بود آقا من باورم اینه که این پیام میتونه جهان رو تغییر بده برای اینکه تغییر ساله. جهان از تغییر خانه حتی از خانم نه از فرد ما فقط کافی خودمون رو بهتر کنیم جهان داره جای بیتر. بهتر سوالم بپرسم طولانی شد ببخشید امیدوارم از بخش قبلی و بعدی کم نشه سوال اگه خدایی نکرده اگه زبون من لال الان از دنیا بریم همین الان که در واقع داریم میشنویم بزرگترین حسرتمون در زندگی چیست شما خودتون بزرگترین حسرتتون چیه من من ننوشتم کم نوشتم اینه من خیلی دنبال یه فراغتی بودم زندگی نذاشته که بتونم بشینم و بنویسم شاید اینه که کتابی از من به یادگار نمونده یه حسرت دیگه اینه که پدر مادرم کم دیدم واقعا حسرته آدم این که دوستشون داشتم و کم تونستم ببینم این حسرت من بسیار ممنونم شما دوست داریم بگی خودتون حالا هر دفعه من گفتم این دفعه باز, شما گفتیم اتحان سریع پرسیدم و آره دفعه. سود آه. خیلی ممنون بنویسن برای اون حتما بله منم بهتون تو میگم بگید. آره نه آها بعد, بعد برنامه من بخواینم الان میگم جدی نه جدید الان پنش کنم آخه من خیلی حسرت ندارم چقدر خوب زندگی کردی خیلی چیزا دلم میخواد خیلی چیزا ولی من آدم خوششانسی بودم و بیشتر از استحقاقم به دست آوردم منم اینو دارم منم احساس میکنم بیشتر از استحقاقم بوده. امیدوارم همه به استحقاقشون حداقل برسن آقا صد ما آدم خوششانسی هستیم که اینجا میشینیم بله. حرف می‌زنیم. بله. و, و, این فقط به, خدا توازن نمیکنم به منزله توانایی من نیست من اینجا <متحق> خیلی متشکرم خیلی خیلی ممنونم همه برای ما بنویسید و خدا نگهدار